سلام به شما و به همه قیام آفرینان در جای جای میهن عزیزمون ایران. خدا نور سرمست زندگی، خدا نور هویت نداشت. هویتش هیچ جا ثبت نشده بود و در حاشیه شهر زاهدان زندگی میکرد. چون زنده بود و شعله ور، روح زندگی در او بود. خدا نور برای ما با تصویری که اون را با طناب به میله بستن و لیوان آب رو که دورتر از دستاش گذاشته بودن شناخته شد. تصویری که نمادی از حکومت ستمگر و ضد زندگی و هیچگاه خاموش نخواهد شد. 40 روز است که او پر کشیده، ولی یادش همچنان باقی است. کاربران در فضای مجازی همراه با تصویر او و هشتگ خدانور لجه‌ای یادش رو اینچنین گرامی داشتن. کاربری در وصف او که به میله بسته شده و تداعی کننده خیلی چیزهاست می نویسه: خدا نور لجه‌ای نام دیگر درد است، نام دیگر یک رنج عمیق. آن رقصهایش و آن عکس بسته به میله، این منتهای تضاد، آینه تمام دورانی است که زندگی می کنیم. معصومیت زیبای زندگی به زندگی به زنجیر کشیده شده و حالا تکرار نامش میراثش را فریاد می‌زند. کاربر دیگری با اشاره به اثرگذاری رقص شهید می‌نویسه: می‌دانستند تو همانی که بر گورشان خواهی رقصید. دست و پایت را بستند. کاربر دیگری روی هدف رژیم از تحقیر انگشت می‌ذاره و می‌نویسه: خواستید خدا نور لجه‌ای رو تحقیر کنید، ولی ما زیباترین تصویرش رو به خاطر میسپاریم. کاربر بعدی از عشق او به زندگی و بیباکی او مینویسه و میگه: مرا که از عشق میسوزم، ز دوزخ چند ترسانی. کسی که از مرگ میترسد، که در دل خوف جان دارد. و کاربری در اینستاگرام به زبانی تکثیر خون و جای شهید رو تاکید میکنه و مینویسه: تمام دشت ها، تمام کوه ها، همه کویر را گلوله زدند که آب خورد انارمان. تو را اما قبل از ما جاری کردند تا پر از زندگی شوی، پر از زندگی شوی. در ما هزار شدی تو هزاران، تا بمیرانیم همه مرگ را. بله، خواستند او را تحقیر کنند، ولی او بزرگ شد. خواستند او بمیرد، ولی او زنده تر شد. خواستند دستانش را ببندند، ولی او پرواز کرد. خواستند از یادها برود، ولی او قهرمان شد، نور شد، درد شد، اشک شد و لبخند و صدا شد. با تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید.